زنش بچه خواست، زنش باید بدون معطلی دراز بچشه. بچه میخوام. صبح تا شم تو این خونه، اون میگه میخوام، اون نمیخواد، اون میخواد، اون نمیخواد، اون میخواد، اون نمیخواد. شیلا کار نکوشه اوقاتم تحق بشه و تموم در همسایه بفهمن که من از تو چی میخوام. چه مانه داری؟ بذار همسایه ها بفهمن تو از من چی میخوای. همه میفهمن که تو بچه میخوای، من نمیخوام. ملاحظه فرمودین برای یه لقمه بچه تو خونه ما چه خبره؟ 10 سال زن و شوهریم، شب روز کارمون همینه. من میگم به چه میخوام، اون میگه من نمیخوام. من میگم میخوام، اون میگم من میگم میخوام، اون میگم من میخوام. حالا چه بهونه داره خدا میدونه. بزن بگم چه بهونه ای. مادر خدا بیا مرزم، هر چی بچه میزایده مرده به دنیا میمده. منم میترسم بچه ها مرده به دنیا بیام. بهش بگین ضعیفه، چیز به شیقه چه مربوطه؟ اگه مادره به چاش میبردن، از کجا معلوم که بچه های تو هم بیمیرن؟ این موضوع ارثیه، همه میگن تو هم عین مادرتی، اگه بچه به زایی مرده به دنیا میاد. میگه خوده بچه مادر نیستی، پس چی تو زنده به دنیا آمدی؟ عوضش مادرم فوراً مرد، منم اگه بچه به زامو زنده بمونه فوراً خودم میمیرم. من نمیخوام به این زودی بمیرم. منم نمیخوام تو بمیری، اما مردم فکرهای دیگه دارن میکنن. اونا که نمیدونن تو نمیذاری بچه دار بشم، همه خیال میکنن من یه نقص فنی دارم. سرم نمیشه. آی. به آسمون بری، به زمین بری، من همین حالا باید پدری یه بچه بشم. خیلی خوب محمود جون، اگه بچه درست شد و خدایی نکرده مرده به دنیا اومد چی؟ اون وقت چی کار میکنی؟ این حرفا چیه میزنی؟ قربونت برم الهی، من قسم میخورم هم تو سالم بونی هم بچه کوچولومون. محمود جون اگه بچه زنده بمونه من میمیرم، تو دلت میاد من بمیرم؟ جیلا جونم مرگ من دست از این خرافات قدیمیت وردار. والا تو اشتباه میکنی، بیا قربون برم. بیا کجا داری میری؟ باز فرار کردی؟ حالا بد میگی این توبوری از اون توبوری آنی. یالا بگنو حالا که زوری منم نمیذارم. نمیذاری؟ نه الان بس نگم. تو آفیسی بفرمایید. خیلی خوب بهت میگم،
خودتونم مردم. شما چرا انقدر امروز و فردا میکنی؟ این امروز و فردا اونو کشته. چی شده آقا ماشالله صبح به این زودی تلفن میزنی؟ نزدیک زور دیگه، باید کم کم نهار خور. مگه این زن میذاره حواس من جمع باشه؟ الان صبحونه میخورم میام. صبحونه رو ولش کن، موضوع مهمی پیش اومده. چی شده؟ صبح کله سر یه خانومی با 6 تا بچه اومده اینجا، میگه این بچه ها مال آقا محموده. چی؟ میگه بچه ها مال منه؟ یعنی دست پخت منه؟ از من پختم؟ میگه مال توه. من برای یه دونش صبحشون مثل سگ و گربه با زنم دعوامه. من پختم، نگرش تو، من الان میام. خب ببینم چی پختی؟ بچه عوضیکی هم 6 تا. اگه محمود آقا از کسی بچه داشته باشه، من شما رو مقصر میدونم. خیار دید خانوم، من مخصوصا به محمود آقا جلو گفتم که صحبای خود زودتر بیاد سر کارش. سلام علیکم محمود آقا. سلام. سلام آقا ماشاءالله. ببینم شیشته بچه که من پدرشونم کجام؟ علیکم السلام، اونجا تشریف دارن. همشونم شکل خودت دارد. سلام. حالشون خوبه؟ خب زن عزیزم، من چه وقت این شیشته به چه درست کردم که خودم نمیدونم؟ کسی همچین حرفی نزده. شوهر من راننده تاکسیه، چما پیش یکی رو زیر گرفت کشت، الانم تو زندونه. اومدم که شما به این بچه های بی سرپرست یک کمکی بکنید. ناراحت نباش آبا جی، درست میشه. بیا همشیره، خدا بزرگه، خدا عوض بگی انشالله باباشونم زود از زندون میان بیرون. اما از قولم به شوهرت بگو بعد از این هم تو رانندگی احتیاط بکنه، هم تو به چه درست کردن. برو به سلامت. خدا از آقای کمیتون خوش اومدی. آقا ماشالله تو مریض این شوخی ها رو میکنی؟ از بس صحبت دیر از خونه میای بیرون، حالا میخوام هر روزی یک کلکی وزد سوار بکنم. آقا بدبخ، شبا چه وقت میخوابم؟ صبح تا شب کارم چونه زدنه. وزه چی؟ برای بچه. خدا به یکی مثل این راننده تاکسی اونقدر میده که نمیدونه چجوره ادارشون بکنه. یکی هم مثل من بدبخ باید هر شب خوابی یه لقمه بچه رو ببینه. زن من محبوب، خیالم راحت کردی. صبح تاشون درش می جنبه، میگم چی میخوری آدامز؟ میگه نه، قرص زده بچه. خدا پدر اون کسی رو بیامرزه که این قرصا رو اختراع کرده، و الا من الان عوض تجارت فرش باید تجارت بچه میکردم. ببینم تو راست راستی هنوز موفق نشدی؟ تا وقتی این قرصای لعنتی وجود داره من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. بابا جون تو هم یواشکی که خانم دفعه قرصای ضد بچه‌شو عوض کن. به جاش چه قرصی بذارم؟ استرکنی؟ نه بابا حاج من یزی بذار. نه اون که شکمش را بیفته. یه قرصی بذار که خانمت متوجه نشه. من نمیخوام بزنم چلک بزنم. من دلم میخواد ترسش بریزه. ببینم. مگه خانمت هنوزم از تو میترسی؟ ها؟ آره؟ خفشی الهی، زنم از من نمی ترسه، از بچه دار شدن می ترسه. چند دفعه برای تو گرم؟ بله، فرش تخت جمشید بفرمید. خانم سلام عرض می کنم، گوشی خدمتون باشه که الان زاده از خانومته. سلام عزیزم، دیشب که نذاشتی من ترتیب بچه رو بدم، اما تو رو خدا امشب شب جمعه از نامیدم نکن. چشم آقا، اما من رو بابه هستم. خفش الهی، حرفت بزن. از منزلی پدر خانم تلفن زدن، آ گفتن پدر خانمتون حالشون بده. مگه جیلا نیست تو خونه؟ نه خیه، رفتن هموم لاغری. باز گفت هموم لاغری، هموم سونا.
خلاصه گفتن پدرش ایلا خانوم حالشون خیلی خیلی بده. الان میرم همونسونا با خانوم میرم خونه باباش. شیرین جون بلند شو بریم دوش بگیریم. ژیلا خانوم شوهرتون اومدن دنبالتون. خیلی خوب بگیم چند دقیقه صبر کنی، الان خودم آب میکشم و میام. محمود آقا حالا دیگه تا در همومم میاد دنباله. معلومه شوهر من کاسره، آدم کاسب حواسش فقط دو جاست، یکی به کسبش یکی هم به زنش. پس دیگه محمود آقا حواسش جمع بچه درست کردن نیست. اوکی هیچ، شب و روز برای درست کردن بچه مثل گربه دنبالم مرنو مرنو میکنه. تو هم که طبق معمول نمیذار. من اصلا دختر بدشانسی هستم، مادرمو که اصلا ندیدم، پدرم هم دشمن من. همش تقصیر من است. اگه به جای من با همون پسرمون جمشیده که بابات خیلی دوستش داره عروسی کرده بودی، حالا هم میونه پدرت باد خوب بود، هم ارث زیادی بهت برسید. خودت که میدونی به خاطر تو از همه چیز دست کشیدم، حالا هم حاضر نیستم یه طور موتو با صد تا مثل جمشید و میلیون ها تومن عوض کنم. من فکر کنم هنوزم جمشید تو رو دوست داره. غلط میکنی، مگه شیرین زنش چطوره؟ خیلی هم همدیگه رو دوست دارن. پس چرا اینقدر این جمشید پدر سوخته از من بدش میاد؟ خب معلومی دخترم یه قشنگش از چنگش کشیدی بیرون. محمود حالا حال پدرم چطور میشه؟ سلام. چی شده آقای دکتر؟ ناراحتی قلبشون شدت پیدا کرده، به هر حال هیچ تکون نباید بخورن. نمیشه پدرمو برای معالجه به خارج بفرستی؟ دیگه قادر به تکلم نیستن. من سالهاست دکتر خانوادگی شما، حال پدرتون خوب میدونم چیه. در حال حاضر مگه اینکه معجزه بشه. محمود ناراحت نشو عزیزم، این شطوری است که در خونه همه میخوابه. اما این شطوری که عده بکنی در خونه من بخوابه. مثل اینکه معجزه شد. آره. سلام پدر. تو دختر بندیسی و الا جواب سلامی تو میدادم. دختر من وقتی که زن اون دلال فرش شد مثل من برده. دختری که خواهش پدرش رو قبول نکنه و به عبد عروسی با جمشید پسرموی خوب خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. الان چند فوش نسارم میکنه زده این ازگل بی شخصیت بشه، هیچ وقت نمیتونه تو دل پدرش جا داشته باشه. پدر شما مریض هستید و الا میگفتم شوهر من شخصیتش از پسرمون که اونجا نشسته خیلی بیشتره. خواهش میکنم شما خودتون رو ناراحت نکنید. ژیلا خانم سالهاست که با محمود آقا عروسی کردن. اگه اون روزا وضع مالی محمود آقا زیاد خوب نبود، الحمدلله الان صاحب میلیون ها سرمایه است. ما دکتر من هستی و فقط میتونی در مورد سلامتی من اطاره نظر بکنی. آقا اجازه بدین حقیقتی رو خدمتون عرض کنم. تا جمعیدم بگو. من وکیل قانونی شما هستم و از نظر شرع و عرف باید هر چه زودتر تکلیف دارایی شما که بالغ بر 167 میلیون تومنه معلوم بشه. تنها وارث شما هم ژیلا خانم دختر شما. پس منظورت فاسیت نامه است؟ منظور روشن شدن زندگی شماست. فیلنک من خیال بردن ندارم و اگرم یه وقت چی اتفاق بیفته که امیدوارم نیفته، تمام داراییم و وقف امور خیلیه بکنم. بهتر از اینه که از حلقوم و اون گردن کلوف بره پایی. لا آدم به مرده چیشی رو بیه؟ من نه از دخترم پوشم میاد نه از شوهرش. بچه رو پولمو بدم به اینا برم بخورن و بعد از بکیف کنن و بگیش من بخندن. بالاخره دختر شما هم حقی داره، اون تنها یادگار همسرتونه. شما باید به خاطر شادی روح اون مرحوم هم که شده دخترتونو فراموش نکنید. همه ما رفتنی هستیم، دنیایی باقی نمیمونه، اما برای گذشت و قضاوت عاقلانه همیشه وقت هست، حتی در لحظه آخر زندگی. پولم رو به دخترم نمیدم، نه همه رو میبخشم به بچهش. بچهش؟ کدوم بچه؟ بچه تو؟
من که بچه ای ندارم. خب بالاخره باید بچه دار بشین دیگه. پدره چه حرف خوبی زد. درست است، ما باید بچه دار بشیم. شنیدی جینا؟ تو باید بچه دار بشی. ای خدا من پس به خاطر این پول هنگفتم چه شده من بچه دار میشم. پس واجب شد و همه امشب بچه درستش بکنم. من بچه دار میشم. ای خدا من بچه دار میشم. آقای دکتر، شوهرم حالش خوب میشه؟ کاش از بیمارستان نیبرده بودیمش. دیدیم که تو بیمارستان حالش خوب شد. هیچی نیست، این یک شوک بسیار شدید بوده. قول میدم با این آمپولی که بهش زدم خوب خوب بشه. داره کم کم چشمات باز میشه. متشکرم آقای دکتر. من کجام؟ چی شده؟ چیزی نشده محمود جان. ما الان خونه خودمون هستیم. آقای دکترم همینجا. سلام آقای دکتر. سلام سلام. من خواب دیدم مرحوم شدم، درسته؟ یا سرطان خوابیده بودم؟ چیزی نیست، یه خورده به خاطر بچه زغ زده شدیم. آه راستی، چی شد شیلا؟ پدر سرورش بخشیده به چیما یا نه؟ بله، دستور داد سندشم تنظیم کنم. آخ جیگر پدرت برم الهی، قربونو به چه 167 میلیونی برم الهی. اینقدر به خاطر بچه ذوق نکن، با سالت بد میشه. از کجا معلوم به خاطر بچه اینقدر ذوق بکنه؟ شایدم به خاطر پول بچه است. مردشو پولشو ببره. میدونی که من احتیاج به پول ندارم. حالا اگه ما بچه دار بشیم و یه ارث هنگفتی هم به بچه برسه، من گناهی دارم آقای دکتر؟ رامبه بله. یه لیوان شیر گرم کن بده محمود آقا بخوره. شنید دکتر چی گفت؟ بازم نمیذاری بچه رو سفارش بدم؟ محمود جون به خدا من بچه دوست دارم، اما میترسم. خود همین بابام هم چند دفعه بهم گفت هر وقت شوهر کردی مبادا بچه دار بشی و الا مثل مادرت میمیری. بابات غلط کرده است. اگه مادر خدا بیامرزت مرحوم شده است، تقصیر بیورزگی بابات بوده است، چون بابات نمیدونسته بچه رو چجوری باید عمل بیاره. اما من اوستام. خیلی خوب، به خاطر تو اگرم بمیرم مهم نیست. الهی من بمیرم. دارم شیره بچه رو درست کنم. با پس چی شد؟ با اون همه هارتوپورت که داشتی چرا یهو ساکت شدی؟ نمیدونم، با این همه زحمت تو راضی کردم به چه دار بشی؟ حالا خودم نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ خب یعنی نمیتونم دیگه. محمود جون گفتم که حالت خوب نیست، باشه برا فردا شب. امشب هم بدون بچه میخوابیم، اما بهت قول میدم فردا شب هم تو حالت درست میشه هم بچه. بیا اینم سند فرشای قهوه روخی امضا کن. تو چه تیمو از نه برزخی؟ خدا رو نمیدونم، فردا شب معلوم میشه. فردا شب؟ چی معلوم میشه فردا شب ها؟ بچه؟ به تو چه مربوطه؟ بذار به حال خودم باشم. تقصیر منه که برای تو دلسوزی میکنم. اگه من دیگه راجع به بچه دار شدن تو حرفی زدم، هر چی دلت میخواد به من بگو. تو شریک منه میتونی راجع به تجارت فرش این چیزا حرف بزنی. به بچه دار شدن و بچه دار نشدن من چه کار داری؟ فضول باشی. به من چه مربوطه؟ گور بابای بچه و پدر بچه. گور پدر خود هر چی نگفتم. خفه شو. موجود بی مرگ تو اعصابت خراب شده. تقصیرم نداری، همش کار کار کار. محمود جون شبا که میری خونه یه خود ورزش بکن. تو نمیدونی ورزش برای اعصاب چقدر خوبه، مخصوصا برای مردایی که بچهشون نمیشه خیلی خوبه. Thank you.
تمام زحمتا به خاطر بچه‌ست. میگین شب یادت نیست چه حالی من دست داد؟ ورزش اعصابو قوی میکنه. اتوکلون هم بزنم. تشریفاتی؟ تو هیچ وقت موقعی خواب به خودت اتوکلون نمیزدی؟ امشب میزنم که بچه‌م خوشبو بشه. بچم نه، بچمون. خیلی خوب، بچمون. اصلا بچه‌مون. میگه من با یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا قانه میشم. خیلی خوب، تو حالا بیتون اولیشو افتتاح کن، بعد جوش بقیهشو بزن. خیلی خوب، الان بدشو میدم. اومد باز نمیشه. دی قرد نکنم خودم ضعیفه بهش جواب رد دادی. خدایی نکرده پدرزنت مرحوم شده. پدرزن من؟ من با پدرزن شما چی کار دارم آقا؟ شما این فرشو نگاه کن ببین خوشت میاد یا بدت میاد. ها محمود آقا اتفاقی افتاده؟ نه بابا رو به کار برس. ببینم نکنه مادرزنت مرحوم شده. من که مادرزن ندارم. یادم نبود. پس لابد موضوع بچه هست. دلم نمیخواد اینقدر تو زندگی خصوصی من دخالت بکنی. من محض دلسوزی این سوالا رو میکنم. گفتم شاید مشکلی پیش اومده من بتونم حلش بکنم. تو بهتره اول یه فکر به حال چشمای خودت بکنی. مگه چشمای من چطوره؟ فکر میکنی این چشمای من بیخودی باشه ویترین گذاشتم؟ در مورد شناخت زن ریاضتایی کشیدم تا چشمامو از دست دادم. پس باید ریاضیت خوب باشه دیگه. من دست فیثاغورسو از پشت بستم. یعنی اگه مسئله باشه تو میتونی حلش بکنی؟ البته. مخصوصا اگر مسئله در مورد زن باشه. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم که. ببین آقا ماشاءالله، برای یکی از دوستای من مشکل پیش اومده است. پس برای خودت نی؟ نه، برای یکی از دوستام است. زنه یا مردی؟ خفش الهی، تو که میدونی من جز زنم دوست زن دیگه ای ندارم که. اینی که میگم مرد است. خوب، پس مشکل اون مادر مرده چیه؟ اون بیچاره یه مشکل بدی پیدا کرده است. پس لابد مشکلش در مورد زنه. تقریبا. نکنه این دوست مادر مرده تو ایوا خواهر شدی؟ خفشی با اون مسئله حل کردنه. این دوست من خیلی هم گردن کلفته. درست این خود من است. مسئله رو بفهم اول، بعد حلش بکن. خب این بیچاره چه درد بیدرمونی پیدا کرده؟ والا این دوست من ناتوانیه. ناتوانی پیدا کرده است. چه جور ناتوانی؟ ناتوانی مرد بر دو قسم است. ناتوانی جنسی و ناتوانی ریالی. ناتوانی جنسی پیدا کرده است. بیچاره یه دفعه اینطور شده است. پس بفرمایید که کارخونش از کار افتاده. آره، کارخونش نقص فنی پیدا کرده. خوب، این از اول میگفتی بیچاره. ببینم این مرد فلک زده زن داره یا مجرده؟ آره با خیلی وقت زن گرفته است. کارخونش قبلا کار میکردی؟ حالا چه جورم؟ و حالا یک مرتبه خاموش شدی. آره، خب حالا راه بلدی یا نه؟ به نظر من اون مادر مرده رو هر چه زودتر برفس بره پیش ویز محمد حکیم. اون یه قرصایی درست میکنه که کارخونه رو فوراً راه میندازه. خود من چند دفعه داله اینطوری شدم رفتم بلو. دیدی بند آف زدی. خب مال تو خوب شد؟ خب مطبش کجاست؟ فقط بچه شیرخورا خونشو نمیدونن. الان برات مینویسم. تمام نامردای روزگار خونشو میدونن کجاست. نفر بعدی روزی سه بار اینجا شده رو بخور. به هفته نمیگه. آی آقا اوی. بله بله. یا تای شب اینجا هم صفیه هست. بله مرضی که ما داریم صفه یا شف اوتوبوس هم دراشتره. شما دیگه چرا؟ هنوز که زوده. خب پیش میاد دیگه. کمرتونه یا جای دیگه؟ کارخونم کار نمیکنه.
مش خود منی. عجب شال و جبونه این شده. سابقا که روغن نباتی نبود این حکیم باشی پشه میپرون. ما یکی دوتا مشتری بیشتر نداشت. هرچی روغن نباتی زیاد شد مشتری های اینم زیاد شده. حالا که این نوبت ما میشه که اونم باید تا نصفشم اینجا بشینه. نه جانم نه عمرم، هر کی بیاد اینجا مرضش معلومه. دواهای حکیم باشی هم تو پاکت بسته بندی شده آماده است. روزی 1000 تا مثل من شما رو را میندازه، ولی بیچاره تو خونه که میرسن تازه میفهمن هم آقایی که بودن است. نگاه کن دوتا دیگه بیشتر نمونده. نفر بعدی بیاد. بلند شد داداش نوبت تو. خب شما چه دونه برادر؟ خب شما چند وقتی که کارخونت کامون شده؟ تازه از چند روز بیشتر نیست. اوه زود خوب میشی. من خودم 30 سال مشتری اینم. هر دفعه کلی بهش پول میدم، تازه وقتی میرم خونه هیچ غلطی نمیتونم بکنم. همه آقایی که بودم باشی. بله بله حکیم جفر بودم. بلند شو بابا. یا علی، یا علی. سلام حکیم باشی. خوش آمدی. خدا خوش آمدی. منم از زیاد. یا علی چطور متوری مشتی؟ خبری شد؟ ای بفهمی نفهمی همچین یه خود روبرا شدم، ولی هنو بخاری ازم پا نمیشه. درست میشه، بیا بگیر این دفعه خوب میشی. به سلام. یه دقیقه بیشیم یه چایی شما بیان جلو آقا. شما بیان مثل این که دفعه اول شما. سلام علیکم حکیم. بله میخواد مشتری دائم شما بشه، خدا بهش رحم کنیم. یا علی خب شما چطوره؟ من وضعم تا چند روز پیش خوب بود، اما یهو از همه چیز افتادم. بله این مرض یهو خیره آدمو میگیره. بیا این جوشوندره بهت میدم، صبح این جوشوندره میخوری، این قرصم میدم شبا موقع خواب بعد از غذا یه دونه از این میخوری، یه هفته نمیگیشه خوب میشه. راستی محمود آقا این چی چیست که هر روز صبح میخوریم؟ برای این جهان خوبه. کجا هادو؟ کبد، کلیه و غیره. ماشاءالله که خوب میشه. راستی آقا کبد و کلیه منم خیلی وقت صرف میکنه. میشد من از صبح به صبح از جوشونده های شما یه قلوب بخورم؟ نه رو بابا، این جوشونده ها مردونه است، فقط برای کبد مرد خوبه. تا حالا نشنفته بودیم جوشونده زنون و مردونه داشته باشه، چه چیزا آدم میشه. مثل اینکه امروز اوقاتت خیلی تلخی. بلم کن بابا جون. خیلی خوب. راستی از اون دوست بیچارت خبری داری؟ دواهای میز محمد حکیم اثری کرده؟ اصلا یه هفته داره دواهاشو میخوره، هیچ فایده ای نداشته. اگه میز محمد حکیم خوب بود اول یه فکری برای خود بدبختت میکرد. خدا رو شکر که من هیچ عیب و علتی ندارم. آره تو بمیری پس چرا زن چهار میدم از طلاق گرفته رفت؟ من خودم اینا رو طلاقشون میدم. آره علت هم داره. اولی رو طلاق دادم که دومی رو بگیرم، دومی رو طلاق دادم که سومی رو بگیرم، سومی رو طلاق دادم که چهارمی رو بگیرم، هفته پیش چهارمی رو طلاق دادم که برم سراغ پنجمی. علتش هم ویتامین کافیه که به بدن خودم میرسونم. ببینم نکنه کارخونه دوستتون دوچار کمبود مواد غذایی شده باشه. منظور چی چیست؟ منظورم اینه که این دوست تو ممکنه دوچار ضعف ویتامین شده باشه. باید بهش بگی که تا میتونه عسل و شیر و موز و تخم مرغ نیمرو بکنه، تا میتونه از این جور چیزا کوب بکنه. من دیگه شام و نهار درست نمی‌کنم. یه برای اینکه زور نهارشون شیر و موز بوده، شامم دارم باز موز و شیر می‌خورم. به تو چه مربوطه؟ شیر و موز برای این جای من خوبه. دکتر گفته برای کار افتادن کبد و کلیه تا میتونم شیر و موز و اینجور چیزا بخورم. ای وای محمود آقا جون، پس منم میتونم برای کبدم شیر و موز بخورم؟ بیا برو اونقدر بخور تا بهت یالا. شما درد نکنه. قربون دست شما. نکنه مرض که من گرفتم رو بابا هم گرفته باشه. زهر مار نخند آب رو میره میفهمه. بلنشو بریم بخوابیم. مثلی که دارم خوب میشم. راست میگی؟ پس بذار برم خودم رو خوشگل کنم. بابا همیشه خوشگل عزیزم. بلنشو ببینم. یا
آقا صابون موز و شیر میخواد؟ آره 10 تا تخمق نمرو بخور. ماشاءالله محمود آقا هیچ معلوم هست شما چه مرضی گرفته؟ تا چشمت کور بشه. حالا فهمیدی چه مرضی گرفتم؟ دیگه فضول نکنی یا چی شده؟ چرا نمیای بخوابی؟ ماشاءالله بی پدر مادر کارخونه رو عوضی را انداخته. یک پدری فرده از ماشاءالله در بیارم که خودش حرف بخونه. پدر سوخته نسخه بر من می‌نویسه. هی میگه شیر و موز بخور. شیر و موز بخور. معلوم چه مرضی گرفتم. زهر مار با اون نسخه نوشتنت. به من چه مربوطه؟ دوست احمد تو زیاده روی کردی. من گفتم روزی دو سه تا موز و دو سه تا شیر بخوری، نگفتم که روزی 60 تا موز و 10 20 تا شیر بخوری. خب معلومه تو توپم بریزی توپ میداره که مرز. بفرمایید خانم. شما چند روز خیلی ناراحتید. من جای مادر شمام، شما رو بزرگتون کردم. هرچی هست به من بگوین، شاید بتونم حلش بکنم. ببینم برا مریضی پدرتونه؟ نه راستی دیشب صدای سیفون توالت نتونستم بخوابم. چه خبر بود؟ دیشب محمود یه خورده مریض بود. پس برا مریضی محمود آقاست که شما ناراحتی؟ این که چیزی نیست، محمود آقا یه ناراحتی دیگه داره که قصه‌ام شده. پس مثل این که خیلی مهمه. خب به من بگوی، شاید بشه کاریش کرد. میدونی روبابی، آخه نمیدونم چجوری بهت بگم، اما باید قول بدی به کسی حرفی نزنی. خلاصه محمود دیگه مثل سابق نیست. دی یعنی آقا زن دیگه گرفته؟ کاش زن دیگه گرفته بود و این مرض رو نگرفته بود. وای خدا مرگم بدت خانم. میگه آقا چه مرضی گرفته؟ از اون مرضی که دیگه به من توجهی نداری؟ من که گفتم پس سرش با زنهای دیگه گرد. نه 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 نه، اون دیگه نمیتونه با من باشه نه با زنهای دیگه. وای خدا بکشتم. یعنی اشتهاشون بند اومده؟ آره. بها ماشاءالله از بس آقا تو این کار زیاده روی کرد به این روز افتاد. از شب عروسیتون که من یادم یاد یه شب نشد ببینم محمود آقا بذارد شما بخوابین. هم که صبح زور شب، صبح زور شب، صبح زور شب. خب معلومه سرود خونم باشد خشک میشد والا. نه رو بابه اینطور نیست. از روزی که محمود تو خونه پدرم قش کرد این حالت بهش دست داد. آها پس بگو چرا آقا انقدر موز و شیر و جوشونده میخورن؟ دلم از این میزوزه که وقتی من خواستم بچه دار بشم این بلا سرش اومد. میفهمم چه دردی میکشید، منم این درد رو کشیدم. چطور؟ با شوهر خدا بیامرزم دعوام شد، سر شب با لنگ کف زدم تو ملاجه، صبح که از خواب بیدار شد نامرد شده بود. خب بعد چی شد؟ هیچی، رفت دکتر رو مداوا کرد و فورا خوب شد. خوب خوب؟ چه جوره؟ خب چرا محمود آقا نمیرد پیش دکتر؟ لابد خجالت میکشه. وای چه حرفا. اما دیگه مجبورش میکنم بره دکتر. نمره 13؟ بله. بفرمایید اینجا خواهش میکنم. اسمتون؟ محمود. فامیلیتون؟ پرقدرت.
خب نراحتتون چی؟ حتما باید به شما بگم؟ بله حتما باید به من بگین، باید تو پرونده‌تون نوشته بشه. آخه خجالت میکشم. خجالت نداره، میتونین آهسته بگین. والا یکی دو هفته است چه؟ آخه خجالت میکشم خانوم. شما یکی دو هفته است چی؟ مزاجتون کار نمیکنه؟ کاش مزاجم کار نمیکرد، کارخونم کار نمیکنه. خب محمود آقا چند وقته که فعالیتی ندارین؟ من شب رو فعالیت دارم. چی هم چرف زده است؟ به منشی من گفتین؟ با دو ساعت شیر فهمشون کردم که چه مرضی دارم، تازه عوضی فهمیدن. خانم درست فهمیدن. خب ببینم چند وقته که دیگه مرد نیستین؟ ده لابد اینم منشیتون گفته است. بابا این مرض رو چرا عوضی یادداشت میکنین؟ من اگه مرد نبودم مثل خودش میمدم منشی شما میشدم. الحمدلله من مرد مردم. فقط از اون روزی که من خونه پدرزنم بیهوش شدم یه کمی سوز شدم، یعنی خلاصه نمیشه. آها پس بعد از اون شوکی که به شما وارد شد اینطور شدین؟ بله شب که خبر مرگم خیدم و میخواستم لا 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 لا. پس قبل از اون وظیفه شوهریتون رو به خوبی انجام میدادین؟ بله میخوام بره از خود زنم بپرس. آقای دکتر اگه هر چه زودتر منو معالجه نکنی خودمو میکشم. اگه بنا بشه مریضایی مثل شما خودکشی کنن روزی هزار نفر باید خودشون رو بکشن. مثل من زیاده؟ تا دلت بخواد. بلند شین برین اونجا بخوابی، شلوارتون رو درارین. این قرص و کپسولایی که نوشتم روزی سه بار هر دفعه دوتاشو میخوریم. بله البته همین امشب خوب نمیشی بس. اما قول میدم تا سه روز دیگه همه چیز به حال عادی در بیاد. بعضی وقتا مگه تونستین یه جاهایی برین و یه ورزشکی هم به خودتون بدین؟ میفهمین که چی میگم؟ بله آقای دکتر یه ورزشکی. باور نمی کنم چطوری محمود آقا اینجوری شده. از روزی که تو خونه پدرم قش کردین بلا به سرش اومده. شیرین این حرفو به جمشید یا به کسی نمیاد. مگه دیوونه ای؟ آبرو ریزی میشه. خب چرا معالجه نمی کنه؟ هرچه دکتر بوده رفته و نتیجه ایم نگرفته. وای بمیرم برای تو، لابد بچه مچهش هم دیگه نمیشه. اصلش نمیشه چه برسه به بچه. ای وای حالا که پدرت میخواد ثروتشو ببخشه به بچه ای تو، عجب بدبختی براتون درست شده. هر جوری هست باید فکر یه بچه باشی. چه جوری؟ مگه اینکه صبر کنیم خدا یه بچه بذاره تو زنبیل و برامون بفرسته؟ به عقیده من مرض محمود آقا هیچی نیست، دکتر مکترم فایده نداره. ما زنها بهتر از هر دکتری میتونیم شوهرامونو عمل بیاریم. مثلا چی کار میتونیم بکنیم؟ خیلی کارا. ما زنها اگه به شوهرامون نرسیم اونا رو زود از دست میدیم. دیگه چی کارشون کنیم؟ حلوا حلواشون کنیم بذاریم رو سرمون؟ محمود تا حالا هر چی خواسته براش فراهم کردم، هر غذای خواسته براش آماده کردم، شب و روز مرتب تقویتش میکنم. امروز هم از شدت ناراحتی معلوم نیست کجا رفتی. تقویت شکمی فایده ای نداره. ما زنا شوهرام رو باید تقویت روحی بکنیم. مثلا ببین شیرا جون، شوهرتو به مرضی دچار شده که ممکنه کم کم پاش به جاهایی باز بشه که دیگه برگشتنش به خونه و زندگی خیلی مشکل بشه. منظورت چی؟ ببین شیرا جون، من شنیدم مردایی که از کار میافتن یا پیر مردایی زوار در رفته برای اینکه باز جوان بشن بیشتر شبا میرن تو کافه مافه ها رقصای لخت و استریپتیز تماشا میکنن. منظورت اینه که منم شبا محمودو بفرستم اینجور جاها؟ نه دیوونه، میخوام بگم تا پاش اینجور جاها باز نشده میتونی جلوشو بگیری، خودت براش برقصی، براش عشوه‌گری کنی، استریپتیز کنی، هر کاری میتونی بکن، ولی شوهرت راه خونتو گم میکنه. من
که استریپتیز مستریپتیز بلد نیستم. تو چی میگی؟ الان که از هموم رفتی میام تو خونت، همه رو یادت میدم، حتی لباسشم دارم برات میارم. خلاصه اگه بخوای مثل بعضی زنایی مجسمه بیروح برای شوهرت باشی، هم شوهرت از دست میدی هم زندگی تو. آخه من که چیزی بلد نیستم. من و تو با هم خیلی فرق داریم. تو از کوچیکی یه دختر آزاد بودی، همه این فرقه ها رو فوت آب شدی، اما من بدبخت جرأت نداشتم تنها از خونه بیام بیرون. مگه یادت نیست؟ چرا، اما روز از نو روزی از نو. تو دیگه الان باید خودتو با آب آتیش بزنی. همین الان بلند میشی با هم میریم خونه، تمام قرائت‌کارا و ریزکاری های شوهرداری رو بهت یاد میدم. از همین امشب عمل کن. اگه شوهرت خوب نشد دیگه اسم منو نبر، من خودم یه پا دکترم. این دکتر میدونی چیه مامو جو؟ من راستش تو رو امروز آوردم خونه خودم که بشینیم با هم نهار بخوریم و این خونه باهات حرف بزنم. خلاصه مامو جو، من شکم به خودت برده. میدونی که منم آدم باهوشی هستم. مرگ ماشالله راستشو بگو، کارخونه خودت گیری پاچ کرده؟ تو با این هوشه چرا خرگوش نشدی؟ می اگه خودم اینطور شده بودم که بهت میگفتم. دوست تو اینقدر مهمه که باید شب و روز واسش قصه بخوری؟ آره معلومه، تو هم اگه اینطور بشی برات قصه میخورم. خدا اون روزو نیاری. بعقیده من اگر مرد نامرد بشه بمیره بهتر از اینه که زنده باشه. پچه تالا خود زنده موندی؟ محمود به من توهین نکنم. هر کسی منو نشناسه لااقل زنم که منو میشناسه. خیلی خب، نمیخواد به تریجی قوات بر بخوره. این شطوره ایست که در خونه همه مردا میخوابه. امرو نه، بالاخره پس فردا مثل دوست من کارخونه خراب میشه دیگه. اگه این دوست تو آدم بود پیش این دکتر مکترا نمیرفت، خودش خودشو عمل میآورد. چیکار کنه دیگه، بره تمام موضع دنیا رو جمع کنه یه جا بخوره تا خوب بشه. موجود از موز و ویتامین و این چیزاش دیگه گذشته. این دوست بیچاره ای تو باید ورزش روحی بکنه تا خوب بشه. ورزش روحی دیگه چی چیست؟ ببین جانم، وقتی آدم غذا نخوره و بوی خوراک رو حس بکنه، این حس کردن رو بهش میگن ورزش روحی. حالا این دوست فلک زده تو هم باید یه همچین حالتی بهش دست بده تا خوب بشه. من که نمیفهم تو چه غلطی میکنی. ببین مامو جان، وقتی آدم گشته بوی چنو کباب رو میفهمه چه حالتی بهش دست میده؟ خب اشتهاش زیاد میشه و میره سراغ چلو کباب. بری کلا. وقتی آدم گشته رسید به چلو کباب چی کار میکنه؟ خب فورا میشنه و چلو کباب کوفته کنه. احسن، حالا منم آدرس اون چلو کبابی رو بهت میدم، بده به دوستت، بره اونجا، اگه درست نشد هر چی دلت میخواد به من بگو. دوستت معالجه کرد؟ مگه دوست من گشته قضاست که آدرس چلو کباب بهش میده؟ گشته زن که هست. اونا چه زنایی؟ کم کم داری میفهمی. یه آدرس بهت میدم، خونه یکی از آشناهای منه، میدی به دوستت همین امشب ساعت 8 بره اونجا و بگه منو آقا ماشالله فرستاده. هر نوع غذایی که بخواد بشه هرش میارن، از 18 ساله گرفته تا 70 ساله. من تو رو جای بد نمیفرستم. پس کارخونه خودت خراب شده بود و به من نمیگفتی؟ کارخونه من سالمه. من قبلا اومدم اینجا رو ببینم این محیط به درد اون دوستم میخوره یا نه. محمود خودتو به کوچه علی چپ نزن، من دوست تو هم. به من راستشو بگو، جون زنت که میدونم هیچ کسی بیشتر از اون دوست نداری، اگه خودت اینطوری شدی به من بگو تا یه فکر اساسی برات بکنم. جون تو محمود جان، اگه راستشو به من بگی راهی جلو پات میذارم که به یه هفته نکشه آن خوب بشی. بگو کارخونه خودت خراب شده؟ آره درست فهمیدی، اما کارخونه که مهندسش تو باشی باید در اون کارخونه رو گیر گرفت. باشی، تو حالا به حرفای من اعتماد نداری، اما وقتی من درستت کردم به من ایمان میاری. ایمان ماشاءالله، اگه دهنت باز بشه و وضع منو به کسی بگی سر به تنت نمیذارم. مگه دیوونه شدی؟ اگه آبروی تو بره خب آبروی منم میره.
حالا چه فکر برام میکنی تو؟ دو راه داری، یا باید 100,000 تومن خرج کنی بری فرنگستون اونجا خودتو درست کنی، یا میتونی یک هفته شب و روز با من باشی تا خودم درستت بکنم. ماشاءالله تو اینجا را از کجا بلدی؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست، من فقط میخوام حال تو خوب بشه. حالا میفهمم تو چرا کچل شدی. یه هفته میخوای هر شب من اینجور جا بیاری؟ کجاشو دیدی؟ تازه این یه چشمشی ماشالله چشاتون چه قشنگ شده. خانم جون اصلا امشب چقدر خوشگل شده. من هر شب خوشگلم، اما فایدهش چی؟ قول میدم امشب محمود آقا به محض اینکه شما رو ببینه دا حالش خوب خوب بشه، مخصوصا که میخواین دستورای شیرین خانمم عمل کنی. آی خدا از دهنت بشنوی. چرا امشب محمود اینقدر دیر کرده؟ خب ننه جون ناراحتیست، از دکترها که خیلی ندیده، لابد رفته سی امونزاده ای جایی دخیل ببنده.
چشمه اصلی کاری الان داره شروع میشه. حالا بشینو تا آخر چشمه رو تماشا کن. قضیه فهمیدم. من علی جوجه ها نیستم. آقا حساب میز بارو برده بیار. کجا میخوای بری میخون بابا؟ برو چشمم کور، خودم میز حساب میخونم. نمیخواد حساب بکنی، تو فقط حساب سرسینه و ساق و سنبارا داشته باش. بیا ببینم. روبابه چی شد؟
بعد از اون همه زحمت اوضاع درست شد؟ کجا درست شد؟ حیف اون همه رقصای قشنگ که به خانم یاد دادی. خلاصه این آغوشت با قاف نوشت. بیچاره ریلا. پس بعد محمود آقا رو ببره خارج معالجه کنه یا فکر یه شوهر دیگه باشه. شوهری که نتونه دیگه بچه درست کنه فایدهش چیه؟ مخصوصا حالا که پدر ژیلا میخواد تمام ثروتشو به اسم بچه ژیلا بکنه. قبضای بر رنگ روشون رفته. اینجا چی کار داری؟ آدم از دیدن پسرموش اینجوری یکه میخوره. خیلی خوب، برو تو حال، الان لباسم عوض میکنم. نه احتیاج نیست عوض کنی، مگه از پسرموت خجالت میکشی؟ با زبون خوش برو بیرون و الا داد میزنم. داد زدن نداره، محمود شوهرت ماموریتی به من داده، اومدم انجام بدم و برم. چه ماموریتی؟ حالا چه میدونم، دیروز اومد پیش من التماس کرد، گفت یه مشکلی دارم که تو باید حلش کنی. میگفت هیچ کس نزدیکتر از تو به ژیلا نیست. چه مشکلی؟ محمود به تو چی گفته؟ والا دخترم جون خجالت میکشم، مشکل بچه دار شدن تو با من در میون گذاشت. منظورت چیه؟ چجوری بگم؟ خلاصه شوهرت همه چیزو به من گفته، همه چیز. چی گفته؟ ناتوانی خودش. بیچاره میگفت من یه مرد ذلیل و محروم میشم، دیگه نمیتونم شوهر خوبی برای ژیلا باشم، دیگه نمیتونم صاحب بچه بشم. میگفت ژیلا اگه بچه داشته باشه میتونه صاحب تمام ارث پدرش بشه. خلاصه شوهرت از من خواسته که برات یه بچه درست کنم. گم شو برو بیرون، شوهر من مثل تو بی غیرت نیست. این حرف رو زن احمقت به تو زده. روبابه. روبابه اینجا نیست، کسی هم به من حرفی نزده، شوهرت این خواهش از من کرده. خلاصه اگه با ملایمت تسلیم نشی مجبورم به زور ماموریت خودم انجام بدم. ای سلام محمود آقا، خوب شد اومدی. یه فرش خریدم که نونش بد نیست، تش یه چیزی میمونه. زود کلید گاو صندوق رو بده من، دسته چک رو بردارم چه دیار رو بهش بدم دیگه. ای آخ که از حواس پرتی تو خونه جا گذاشتم. بابا دو قدم که بیشتر نی تا طرف نپریده بودو ورده بیا. نه اومدم. ای بی بی محمود آقا یه دقیقه بیشتر طول نکشه. خیلی خوب اومدم. ای حسن آقا جون دو تا چایی دیگه ورده بیا. Come on!
باید یه بچه درست کنم. حالا میزنی زورش توف بروت بیاد بی غیرت. حالا دیگه کمکی بر من میفرستی؟ پاک بر سرت بکنم. سلام شیرین خانم. سلام محمود آقا. چه عجب. آخه جمشید اصرار کرد بیام اینجا. خودش خونه نیست؟ الان دیگه پیداش میشه. چتونه؟ انگار گرفته این. از دست جمشید شوهر شما. چیه؟ چی شده؟ امروز اومده پیش من خواهش تمنا که بیام برای شما یه بچه درست بکنم. چی؟ شوخی نمیکنم. جمشید شوهر شما از من خواسته بیام پهلو شما بخوابم و یه بچه درست بکنم. چی؟ جمشید غلط کردی؟ خواهش میکنم شوخی نکنی. عصبانی نشی. تا جمشید نایمده نیست من زود بچه رو درست کنم میرم دیگه. حرف دهنتو بفهم و بزن. بلنشو از اینجا برو بیرون. حوض عصبانیت بلنشی بریم تو اتاق خواب آماده بشین تا من بیام. به خدا کل کار زندگی دارم میخوام برم. خجالت بکش آقا. مردی که خجالت هم نمیکشه. تلفن نداره شیری خانم. شوخی کردم. من مثل جمشید شوهر شما پست و بی همه چیز نیستم. شما خواهر من هستید. من مدرم بکنم. چی شده محمود آقا؟ الان براتون میگم. اینم کت و پیرانه کراواتش که تو خونه من جا گذاشت و از ترس من فرار کرد. رفتم از تو ماشین آوردم نشده بودم که حرف هم باور بکنه. همه چیز رو باور کردم. حالا که حرفم رو قبول کردین دو تا پیشنهاد دارم. یا اجازه بدین سر جمشیده بذارم رو سینش از این خونه برم بیرون، یا اینکه با کمک شما بلایی به سرش بیارم که تا اون داره بسوزه. با پیشنهاد دومتون موافقم. اومدیش. نشده قربونت برم. میتونی طلاق از این مرد که بگیری بیای زن خود من بشی؟ نه دیگه نمیشه ازش طلاق بگیری. اگه خیلی داره همینطوری با هم باشیم. نه دیگه ببرم چه بداره بیدن لبه دونم. یا الله لبه بده قربونت برم بداری. قربون این بوسای گیرم برم الهی عزیز دل من. منم همینطور. آخه جون میخوای بخوابی میخورد عزیزم؟ هرچی تو بگی. بخوابیم پس. شیرین
پس تو ناراحت نشو، معامله پای پایه. جون چیزی که عوض داره گله نداره. بی شرف بلند شو از اونجا. اگه نمیترسی خودت بیا بلندم بکن. گوش کن پس فتره، فقط به خاطر زنت تو رو نمیکشم. تمام صحنه که دیدی الکی بود، فقط میخواستم تو رو بچزونم. میخواستم بفهمی سراغ زن مردم رفتن چه مزه داره، و الا شیرین مثل خواهر من است. فهمیدی؟ منو ببخش. ببخشمت. من اینو برای تو خریدم. اگه میخوای سرت رو گوش تا گوش نبرم، باید راستشو به من بگوی. چی به تو گفته من نقص فنی دارم؟ نمیفهمم چی میگی. چجوری شیر فهمت بکنم؟ چی به تو گفته که کارخونه من کار نمیکنه؟ کدوم کارخونه؟ ببخشی شیرین خانوم، عجب شوهر خری دارین شما. کی به تو گفته من دیگه ارزو ندارم به چه درست بکنم؟ زنت ماشالله ربابه؟ قسم میخورم هیچ کس. برای شب وقتی شیرین داشت تلفنی با ربابه حرف میزد، از حرفاش فهمیدم. بعدم تصمیم گرفتی بیای انتقام گذشته ها زن من بگیر ها؟ آره نفهمیدم، معذرت میخوام. گوش کن، زنم باور کرده که من تو رو فرستادم پیش اون. باید بیای جلو پاش زانو بزنی از دروغی که گفتی معذرت بخوای. میای یا نه؟ میای یا نه؟ چشم، میام. برو بریم، یالا بریم. ببخش خانم. یا لزانو بزن. یا الله حرفت بزن. ژیلا معذرت میخوام. ژیلا خانم. ژیلا خانم معذرت میخوام. من به تو دروغ گفتم. به شما دروغ گفتم. بگو. به شما دروغ گفتم. یا الله حرف بزن، بقیشو بگو. محمود به من حرفی نزد. محمود آقا. محمود آقا به من حرفی نزد. خودم خر شدم اومدم یه همچین غلطی کردم. بگو مثل سگ پشیمونم. مثل سگ پشیمونم. از کجا فهمیدی من مریض شدم؟ بگو به ژیلا. وقتی ربابه با شیرین حرف میزد همه چیزو فهمیدم. بگو ربابه خانوم، بی غیرت چرا منو تو مستراب حبس کردی؟ از منم باید معذرت بخوای. یالا معذرت بخواد. معذرت میخوام. ژیلا جون حالا حقیقت فهمیدی؟ آره شیرین تلفنی همه چیزو به من گفت. خب الحمدلله. بلند شو گمشو برو بیرون دیگه. برو بیرون. آخه کجا برم؟ با این اشتباهی که کردم دیگه زنم هم تو خونه رام نمیده. تا چشمت کور بشی. چند شب که تو کوچه و خیابونا سرگردون و در به در شدی، اون وقت قدر خونه و زندگی تو زن خوبتو میدونی. برو بیرون. ایشالله که امشب اوضاع درست میشه. محمود چی کار داری میکنی؟ محمود محمود چرا جواب نمیدی؟ چیه هنوز ناراحتی؟ من که تو رو بخشیدم. داشتم فکر میکردم. چه فکری؟ راستش دیگه خجالت میکشم بگم من شوهر تو هستم. دیگه حاضر نیستم بیشتر از این باعث بدبختی تو بشم. پدرت تو رو از ارث محروم کرد به خاطر من. تو رو دیگه دختر خودش نمیدونه به خاطر من. اون مرد که جمشید با نیت کثیفش میاد تو خونه یقه تو رو میگیره بازم به خاطر من. تمام این ناراحتی ها رو من برای تو درست کردم. پس چرا بازم شوهر تو باشم؟ خواهش میکنم اجازه بده خیلی دوستانه از هم جدا بشی.
تو حیف زن من باشی، بذار من برم خودم بکشم راحت بشم. من یه مرد مرده بیشتر نیستم، دیگه تحمل حرفای مردمو ندارم، دیگه ندارم، دیگه ندارم، دیگه ندارم، ندارم، ندارم. محمود حرفای مردم بر من مهم نیست، من وجود تو رو میخوام. تو اگه بخوای از من جدا بشی من نمیشم. به خاطر تو ترک همه رو کردم و تو وقتی که زندم با تو زندگی میکنم. من میدونم تو مریضی، اما من زنی نیستم که تو رو با این حال تنهات بذارم. و اگه بنا بشه بمیری، هر دو باید با هم بمیری. این وقتی شب کیه که داره تلفن میزنه؟ بله، توی من بود آقا. چی شده این وقتی شبی تلفن کردی؟ آقا ماشاءالله میبخشی، از خواب بیدارت کردم. خانم دارم بیدار شد؟ نه ترس، پنجمی با توپ 135 بلندم از خواب بیدار نمیشه، مگه در مواقع ضروری. خب چی کارم داشتی محمود آقا جون؟ من تصمیم گرفتم شرکتمونو فصل کنم. سهم منو میخری یا نه؟ نصف شبی، این چه تصمیمای بدبدیه که گرفتی. مردم این وقت شب تصمیمای خوب خوب میگیرن جانم. بدطریقه شدی. خلاصه میخوام زنم و زندگیم و حتی روبابه تایش رو وردارم برم خارج بمونم، هم خودم معالجه بشم، هم از دست حرفای مردم راحت بشم. معالجه تو که تا ابد طول نمیکشه که. انشالله زود زود خوب میشی و به سلامتی برمیگردی. اول باید بفهمی کدوم مملکت میری و کدوم دکتر میتونه اون کارخونه تو رو را بندازی. اون وقت حرکت کن. درس دکتری میخونه، همین چند روزم میخواد با یه دختر پاریسی ازدواج بکنه. این فرش میخوام برای چشم‌روشنی بفرستم پاریس. جون من دقت کن فرشش عالی باشه. آره خاطره جمع باشه آقا کمال، بعد از 30 سال رفاقت که من فرش بد بتونه میدم. احمد پسرت ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی کوچیک بود که من دیدم. او به سلامتی. میخواد دکتر چی بشه؟ دکتر قلب. 3 سال دیگه هم درسش تموم میشه و میاد. 3 سال دیگه یه دکتر عالی میشه و برمیگرده میاد ایرون. هر مرضی گرفتی سفارش میکنم مجانی معالجت بکنه، به شرطی که فرشت خوب باشه. میخوام این فرشو برای عروس پاریسی بفرستم. بسیار خوب باشه، یه فرش خوب به شما میدم، به شرطی که پسرت هم جواب سوال ما رو فوراً از پاریس برامون بفرسته. همین امروز برایش مینویسم. چه سوالی داری؟ میخوام از یه دکتر. ماشاءالله، بزن برای آقا کمال بگم. حسینی بشین پا تلفون. باش. راستش من آقا ماشاءالله یه دوستی داریم، بیچاره به یه مرضی گرفتار شده که اینجا نتونستم معالجش بکنم. مرضیش چی چی هست؟ والا یه نقص فنی پیدا کرده. خلاصه پاک نامرد شدی. میدونی راستش یکی دو ماهیه که اینجوری شدی. خدا انشالله که خودش شفاشو بده. حالا فهمیدم، قصهشو نخورد داداشون. اتفاقا سر قبل بود یکی از آشناهای ما مادرزاد اینجوری بود، اما به ما نمیگفت تا اینکه زنگ گرفت و گندش در اومد. خلاصه فرستادیمش پاریس. احمد پسر من بردش پیش چند تا از استادای خودش. به دوما نکشید که درستش کردن و برگشت اومد تو خونه و زندگیش. بی چشم رو یه زن داشت، یکی دیگه هم گرفت. حالا زن اولش همون که هوو سرش اومده، شب و روز دعا میکنه که کاش شوهرش مثل اول باز نامرد بشه. پس دیگه احتیاجی نیست آقا کمال از پسرش سوال بکنه. آقا کمال یه نامه برای پسر بنویس، سفارش دوست ما رو بکن، آدرس پاریس و تلفن احمد هم بده. از این نبه چه خواهی که بسرم. وای صاحب کنی من هم بیام. شرط تو چشت زنه گوبا بایی. من تو نمیتونم تو پاریس را آرام. هی به پاریس چه تو اومدی تو؟ عجب خیابون قشنگی، گمونم خیابون شازدلیزه باشه. موسیو این دروازه سنگیه چی چیه؟ سلطوال مفاد. این خیابون اسمش چی چیه؟ سلشانزلیزه نسبا. میبینی چه خوب فرانسه حرف بزنم. شما فهمیدی چی چی گفت؟ والا
والا اتوال شازلیزش رو فهمیدم. من که به جون شما اصلا نفهم. خب تو که معلومه مزاجت پاک پاکه. ازش پرسیدم دروازه چیست، گفت برج سنگیست. اینجا هم گفت که خیابونه. با هنر کردی. خب ما خودمونم میدونیم که اینجا خیابونه. گفتم شاید فکر کردین خیابونه. اوی کور شده، کجا رو داری دید میزنی؟ هیچی، دارم درخت نگاه میکنم. آره درخت جلو رو. آره جون دلت، تو اون قلنبه ها رو بل میکنی درخت رو بچسبی. جیلا جون تو که میدونی من دیگه حال دید زدن این کارا رو ندارم که. آره شما مرد و کارتون دید زدنی، حتی وقت مردنم اسرائیل رو دید میزنین که ببینین زنی یا مردی. گفت نگو. وای میدون شهیادشون رو نگاه کن. وای آره خانوم، اما چرا انقدر لاغر و سیاه شده؟ میدونم بیچاره بدبخت، میدون شهیاد تهرونه. وای چرا بر منو جلو این فرنگی ها میبرین؟ یه چیزی نمیدونه اقلا از خود من بپرسین. خب تو که میدونی بگو. وزیو این برج کفتر ایز سلطور ایفل وایان میگه اینجا سلطور بسو وزیو. ما که نفهمیدیم چی میگه. نفهمیدی؟ نه منم نفهمید. بله احمد آقا، همین حالا سهرونو میدیم. یه نام هم از پدر شما داریم. متشکرم. من ساعت 5 بعد از ظهر میام خدمتتون. فرمودین چه هتلی هستین؟ اسم هتل اینجا چی؟ نمیدونم منم هتل. نمیدونم والا من هم از نام پرسم شنبه کیه. مادمازل اسم هتل اینجا چی؟ نام هتل هتل آقا ماش. آقا ماش؟ بله هتل آقا ماش. آقا ماش چی؟ آقا ماش بله. بله بله فهمیدم، هتل آقا ماش. باشه ما تا ساعت 5 بعد از ظهر منتظر شما هستیم. قربون شما برم. خداحافظ شما میز. مرسی. خب حالا این چند ساعته رو تا 5 چیکار بکنیم؟ محمود جون بریم شانزلیزه بگردیم. شانزلیزه چی چیه؟ شانزلیزه. پس ببرمون فولی پسته. فولی پسته چیه؟ فولی برجه. فولی پسته و فولی جرسه چی چیه؟ بیان بریم یه قبرستون بدم. وی خدا مرگم بده، چه رسم رو سوماتی دارن، چه میرشون یا خود حدیه، چه میرشون بگیرم. باشه منم بیا، من بسیم توش بیا دیگه. چه رو چی دیگه؟ نمیدونم چی باشه نگاه میکنی؟ یه خود فکر من باشیم بریم هتل. الان ساعت 5 احمد آقا میاد. بله بله اتفاقا سال قبلم پدرم یه مریض و مثل شما فرستاد اینجا، معالجه شد و رفت. البته من مادرزاد اینطور نبودم، چند ماه اینطور شدم. بپرسید. بله پدرم نوشته. بفرمایید. گز بفرمایید. متشکرم. قابلی ندارید بفرمایید. روبا به چند از اون گز جعبه سلطانی رو بیار بده احمد آقا. متشکرم. خب من حاضرم، بریم به چند تا دکتر رجوع کنیم. خودت نخور دونا رو بده کفترا. سلام رفتم هتل، رفتم شما اینجا این. یه خبر خوش براتون آوردم. به این روزنامه خوندم یه کلینیک باز شده که زن و شوهرای اینجوری رو با متد تازه‌ای معالجه میکنم. من فکر میکنم عالی باشه. این همه دکتر و پروفسور همه جور بلا به سرم آوردن معالجه نشدم. لابد این متد تازه‌م یه دکون تازه است. امتحانش که ضرری نداره. امتحان بی امتحان.
خیر جمونم دیگه با تاخر عم اسم مرد از رو خودم وردارم. این مزخرف ها چه میگی؟ تو که این همه دکتر رفتی، این یکی هم برو شاید نتیجه بگیری. باشه بریم سراغ متد تازه. وقت بریم. Je peux vous rendre la puissance en deux séances. Chacune revient à 650 francs. Oui. Mahmoud Agha. Mahmoud Agha. Bale. تشریف بیارید اینجا. دکتر رو روشن کردیم و چه مرض خجالت آوری داریم؟ بله، ایشون میگن در دو جلسه شما رو خوب میکنم. ویزیتش هر دفعه در حدود 1000 تومان میشه. باشه، کارخونه من را بیفته هر دفعه 10000 تومان بهش میدم. مسیو لو دکتر لو پاسو اکسپته. بله اکسپته، 10000 تومان. Alors, avec votre épouse, vous allez exécuter l'acte sexuel dans la chambre d'en face d'après mes instructions instantanées transmises par haut-parleur. Vous ne m'apercevez pas, mais je vous observe. چیچبور گفتم. دکتر میگه شما باید با خانومتون برین تو اون اتاق روبرو لخ بشین و به دستورشون تمام اعمال زناشویی رو انجام بدین. میگه من لحظه به لحظه تمام حرکات شما رو کنترل میکنم و به شما دستور میدم چیکار بکنین. البته آقای دکتر شما رو از پشت شیشه میبینم، ولی شما آقای دکتر رو نمیبینین. پس آقای دکتر میفهمم منو زنم بریم تو اتاق لخ بشیم، ایشون ما رو نگاه کنن و دستور بدن. بله ایشون میگن. ایشون به گور پدرشون میخندن. ایشون اصلا این دکونو باز کردن که زنای لخت مردم رو تماشا بکنن. بهش بگو مرد که کور خونده ای، ما مال ایرونی، مونم مال اصفهان. نه مسیو لو دکتر، لو پاسیون نو پی پا مت سافام اپوال. او سلا پی امپورت. Si l'épouse de monsieur ne désire pas se déshabiller en ma présence, nos services sont prévus. Un grand choix de demoiselles capables d'exécuter l'acte sexuel d'après mes instructions instantanées. Naturellement, le prix de est double des séances précédentes. دکتر میگه اگه دوست ندارین با زن خودتون باشین، آقای دکتر دختر اینجا زیاد دارن، میگن میتونین یکی از اونا رو انتخاب کنین و دستور آقای دکتر رو انجام بدین. البته ویزیت برابر میشه. خوب این شد یه چیزی، اما این گناه نداره که من با زن دیگه غیر زن خودم هم بستر بشم؟ نه بقیده من چون دستور دکتره هیچ گناهی نداره. یعنی دکتر هر چی میگه آدم با چشم بسته قبول بکنه. باشه حاضرم. Très bien, alors on commence. Voici Monique, la sauvage séduisante. Et je me suis par Alice, la belle déchaînée. Et Brigitte, la turbulente charmante. Marie, la gracieuse. Et Jacqueline, la plus sexy de toutes. À vous le choix, cher monsieur. میگه هر کدومو خواستین انتخاب کنیم. هر کدومو خواستم میتونم جدا بکنم؟ بله. ژیلا زنم یهو نیاد اینجا. نه من مواظبم. ژاکلین اون آخریه بود. خجالت دیگه جواد آقا. خجالت نداره انتخاب کنیم. خب این اولیه که بد نیست، اما دومی هم خوب نیست، اما سومی افتضاح، چهارمی هم که این میمون است، اما این ژاکلین آخری بد نیست. اما احمد آقا والا خجالت بکشم زنم نه یا اینجا. نه نمی اما ژاکلین آخری بد نیست، اوناسیس هم که مرده است، ما هم کمتر از اوناسیس که نیستیم که. چی شد احمد آقا؟ احمد آقا چهارم خبر؟ هیچی، مشغول معالجه هستم. آی خدا جان، میشه امیدوار بود؟ یعنی نتیجه میگیری؟ والا این یه نوع مالجه است که مرده هارم زنده میکنه. کاش من به جای محمود آقا بودم. یعنی میشه من برم تماشا کنم؟ نه نمیشه، یعنی تماشایی نیست. من یه تلفن به دوستم بزنم و بیام. خواهش میکنم. پناه بر خدا. Vous êtes prêts? On y va. Vous commencez du bout du chapeau. Avec soin, pénible. Très bien. Et maintenant, déboutonne-lui. Et la veste, je dis. La veste, ma chère. Caresse-le avec tes mains sur la joue, les mots après la tête. Et cherche le plus. Bon matin, ma petite. Tu as fait tes coups de carte. Un peu de distance, c'est cela. Laisse-le aussi son enfant. Et cinq, loin de la voix, sans ce son. Bon, laisse-le faire.
comprends tout. Comme tu ne pourrais pas avoir assez. Voilà. T'es là, میخوام بدونم اونا دارن چی کار میکنن. برم یه نگاه بکنم و بیام. وای پیشین تو رو به خدا، عقدش که نمیکنن، دارن درستش میکنن. یه نگاه کوچولو میکنم و میام تا همینجا بشین. وای خدا مردم. والا je vois qu'il fait du progrès. Laisse le te faire. Oui bravo. Il commence à s'y mettre. Oui il fait du progrès. Oui oui ça vient. Te laisse faire. Tu m'occupes tout et tout. Donc embrasse le parti. Finalement, oui, comme ça. Exactement. Et il m'a monté bien cher à ce corps de l'émiconi. Nous travaillons aussi. Je crois que je passe ça. Moi, il m'a dit que j'avais un problème. Je crois que je passe ça. 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 چه میدونستم؟ خب اینم یه فرم تازه بود. مردشون رو فرم تازه‌شون رو ببرن. با این دکونی که باز کردن دیگه شوهر سالم تو این دنیا باقی نمیمونه. واه 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 دوری آخر زمان شد اسم خودت. من یه دقیقه دیگه وای نمیسم. بابا به تا رسیدیم هتل فوراً چمیدونا رو می‌بندی. فهمیدی؟ چشم چشم. خیلی خب میریم. بی خود چمیدونا رو نبندین. بلیط هواپیما برای پس فردا رزرو شد. من این چیزا سرم نمیشه. هواپیما نیست، با اتوبوس میریم. اتوبوس هم نباشه با این پیاده میریم. وای چه حرفا خانم، شما میتونید پیاده بریم، منه بیچاره با این پادر خب بجام دیگه. لیلا جون باشه پس فردا، تو هم اینقدر یه سخت نگیر. باشه، اما به شرطی که دیگه پیش هیچ دکتری نری. من اصلا میخوام همیشه همینطوری باشی. باشه بهتر من، از شر آزمایشا راحت میشم. و بس هست دیگه، دندون براش نذاشتی؟ اونجا رو تماشا کن. اگه زنم بفهمه یواشه که اومدیم اینجا پوست هم میکنه. خانم نمیفهمه، ما به عنوان گردش اومدیم بیرون. شب آخری که پاریس هستین حیف این رقص رو نبینیم. برای حالتون مطمئنم خوبه، آدم رو به هیجان میاره. پدرتون میدونه شما شبا به عوض درس خوندم یه اینجا ها؟ اگه بفهمه که دیگه برام پول نمیشه. تهرون که رفتم به پدرتون میگم. خوب میشه
دست درد نکنه، دست درد نکنه، خوب جای من آوردی، دیگه نمیتونم اینجا وایستم، من رفتم، به پدرت هم حرفی نمیزنم. اینجا این شب درمون نداشت که چه خفه دست سوخته بی پدر مادر بذار برم تو کار دارم لا اله الا الله آخر شبیه کی مزاحم من شده سا حالا که خوب شدم این تخصه که نمیذاره من برم تو برای چی کار بکنم یه شکلات ورودی بهش بدم سگ خورد جهنم بیو 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 بخور این شکلات ارغون بابا چخ پدر سوخت از شما چی کار میکنی آقا خدا مرگم بده چه دونست باش به سرت بکنم تو اینجا چی کار میکنی دست شما درد نکنید باری کلا شما تو اتاق من چی کار میکنین الان میرم به خانوم موگم بسست دیگه از حولم اتاق عوضی اومدم مگه آخر عمرم شده که بیام سراغ تو مادر فولاد زره خاش به سرت بکنم داشتم خوب میشدم با دیدن قیافه نست تو از اولم بدتر شدم خیر اینا همش حرفست آقا کار شما از ریشه خرابست و الا قیافه من که عیبی نداره ضعیفه پدر سوخته حالم رو گرفت چه فایده که الان فرسنگو از اونجا دورم به حرف متشکرم که این خبر رو به هم دید متشکرم باشه خیلی زود حرکت میکنم باشه متشکرم خدا چی شد جیلا؟ با آقا ماشالله صحبت میکردم از تهرون؟ میدیشم پدرم تموم کرده خدا بیا ما چقدر به ما فوش داده رفت بلنشو بریم تهرون چش بعد از این همه مخارج موندنی تو فرنگستون چه تو معالجه نشدی؟ محمود آقا دروغ میگه حالشان خوب خوب شد اینجا بابای آدم دروگو من خوب شدم به بله پس چرا اون شب تو فرنگستون عین خو اوقا پریدین رو سر کله من باور نکن آقا ماشاءالله من دیگه خوب شدنی نیستم این حرفا چیه محمود آقا جون میزنی راستی ژیلا خانوم یه خبر بدی برای شما دارم پدر خدا بیامرز شما تو وصیت نامش حتی برای غریبه ها پول منظور کرده اما نه برای شما نه برای محمود آقا نه برای بچه‌ای که بعدم پیدا می‌کنی هیچ منظور نکرده جهنم وقت اصل کاری من درست نباشه پول به چه دردم میخوره بهتر که پولاشو با خودش زیر خاک برد به همین زرم که تو دنیا بیشتر از هر چیزی دوستش دارم قناعت میکنم ببینم برا منم که سال هست تا یه دخترشم چیزی منظور نکرده چرا؟ دو متر و نیم زمین پلو قبر خودش فرش تخت جمشید بفرمایید جیلا جون تویی؟ آقا ماشالله بله زنم برای نهار دعوتت میکنه عجب گرفتاریش آقا دانش من به خونه نگفتم خودت جوابشو بده بری سلام خانوم آقا ماشالله خواهش میکنم امروز نهار تشریف بیارین خونه ما آقای دکترم دعوت کردم چشم خانوم حالا که اصرار میکنی چشم میام بیا تو آقا ماشالله یالا جیلا جون جیلا جون بیا میمونه دو بدست جیلا جیلا میگم میمونه دو بده جیلا نبودی قجو موج نمی کنی خود کفون روبابه جیلا Robabe! Ee, misle çiye? Çiye! Robabe!
کی داره تو مسترات دندو کرده؟ چی شده؟ آخ محمود آقا جون چند نفر خدا نشناس اومدن؟ کیا بودن؟ منو کتک زدن آخ خانمو برداشتن و بردن. خانمو برد؟ خانمو کجا بردن؟ بله زنه تو دست ما اسیره. اگه تا چهار ساعت دیگه 10 میلیون تومن پول ندی شیلا رو زنده نمیبینی. سر ساعت 4 با پولی که گفتم میای جاده قدیم آبادی به رودخونه جاجرود که رسیده یه پول خرابه اونجاست. چه میدونه پول میذاری رو پول برمیگرد چه برم که رفتی زنه تو رو داخل چادر صدا زیدن فورا میری تو چادر دو ساعت دو پادرن تو اونجا میمونی تو دستور بعدی متوجه باش اگه به پلیس کوچکتر اطلاعی بدی واجب زنه تو تا چهار ساعت دیگه چهار ساعت دیگه چه جوری 10 میلیون فراهم کنم؟ خدای زنم متشکرم آقای دکتر. ناراحت نباشین. با این آمپولی که بهش زدم حالش خوب خوب میشه. خیلی ممنون. خجالتمون دادی دکتر جان. خیلی خوش آمدی، محبت کردی. خب زحمت کشیدی. خدا حافظ شما، سعی شما کم نشو قربان. بیداد بیداد. ماشاءالله. ژیلا. ژیلا زنم. ژیلا زنم چطور میشه رو بابا؟ بعد نباش تا تو بیهوش بودیم من رفتم پولو فراهم کردم میبریم میدیم ژیلا رو تحویل میگیریم و برمیداریم میاریم خونه. نه ترس. 10 میلیون از کجا فراهم کردی؟ این دیگه به تو مربوط نیست. این هاش بیه تماشا کن اینجاست همه یه بسته ها 1000 تومنی. عجب ناهار ژیلا خانم ما رو دعوت کرد. ناهار چی چیز آقای دکتر؟ فعلا باید ببینیم چه بلایی به سر ژیلای بیچاره آوردن. هیچ بلایی سر ژیلا خانم نیومده. اونا فقط پول میخواستن، ما هم که داریم پولو میبریم بهشون بدیم. پس این پول بی صاف شده کجاست؟ گمونم رسیدیم. اونم پول گمونم اونم چادره است. ببین محمود آقا جون ما همینجا وامیستیم تو کیفو بردار برو بذار روی پول و برگرد ببینیم چی پیش میاد. برو جانم برو دیگه. میکشامشون محمود جنم بربونه دلعه برم زنه عزیزم دلم برای تنشون جیلو چون انگار حالا خوب شد. راست میگی؟ آره محمود جنم زودتر بریم خونه. خونه؟ من طاقت خونه ندارم همه این مرگم بده. چرا چادر هم چیش؟ والحمدلله کارا داره درست میشه. کدوم کارا؟ دیره زن تو جریق خنگی خودت بفهم دیگه. خاک
به گورم کنن تو چادر زمین لرزه شده؟ بی تو چه پیر زن؟ میدونی این زن شوهر چند وقتی که هم دیگر نایده؟ دا مرگم بکار استال قهفی در رفتم. خب معلومه دیگه. زمین لرزه تموم شد. کاش تو رو زودتر دزدیده بودم. دو ساعت تموم شد. شما ها آزادید. میتونیم بریم خونتون. لحظه. ای بده. چطور بود جیلا خانوم؟ بازی بود قشنگ بود. عالی بود. آقای دکتر چرا این نسخه رو زودتر ننوشتی؟ نمیفهمم موضوع چیه؟ کدوم نسخه؟ کدومه؟ بذار محمود آقا برات بگم. روزی که شما بیهوش شدین و به اون مرض کذایی گرفتار شدین درباره علتش خیلی فکر کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم همونطوری که شما با شنیدن یه خبر خوش شوکه شدین و مریض شدین، ممکنه در اثر شنیدن یه خبر هیجان آور دیگه اگه شوکه بشین حالتو خوب بشه. خوشبختانه با کمک خانومتون آقا ماشالله و ربابه اینا همه با هم دیگه این نقشه رو کشیدیم. مثل این که نقشمون هم الحمدلله نتیجه درخشانی داشت. نتیجه همین زمین لرزه بود دیگه. ای بچه‌ها این همه پول بیزبون رو بردی فرنگسون، نتیجه چی گرفتی؟ حالا دیدی بازم دکترای خودمون. راستی یه خبر خوش دیگه هم وسط دارم. دیگه چه خبری داری؟ یادته وقتی از فرودگاه اومدیم گفتم پدر ژیلا خانم تو وضعیت نامش چیزی واسه شما ننوشتی؟ خب؟ مخصوصا دروغ گفتم. ببینم شوکه میشی حالت خوب میشه یا نه. پس پدرم چی وصیت کرده؟ تمام ثروتشو بخشیده به بچه شما. اینم رو نوشتشه، نگاه کنید. پس بالاخره بچه ما صاحب یک ست و شب هم میلیون.